Миллати босаудат ва шарафманди тоҷик аз қадимолаём ишқу алоқа бар илму адаб ва китоб доранд ва ҳоло ҳам ин мерос аз ҷониби донишмандони ҷомеаи муосир идома дорад. Шоиру нависанда, рӯзноманигор Абдуқодир Раҳим аз зумраи ҳамин гуна меросбарон аст ки бо фаъолияти пурсамари эҷодиаш дар ҷомеаи имрӯзӣ ҳамчун яке аз адибони соҳибдилу равшанзамир шинохта шудааст. ман дар донишгоҳи миллӣ мехондам. در فکری ژورنالیست شدن نبودم. خب و من راحت دادم. خب میخواستم که در شهر مونم. ولی به من راحت دادم به ولایت کلاب و از ولایت کلاب به نوحه واسع و میخواستم که نویسم که جو نداریم. وقتی که وارد شدم مدیری شعبه معارف نایه واسه گوشی تلفن در دستش و هم خیل پرسید که اختصاص از چی هست؟ گفتم فیلولوگ زبان ادبیات، معلم زبان ادبیات. چیزی نویش در دستم داد، نگاه میکنم که با جای کار تامین کردن نمیتوانیم. با ما همی بهانه شده و خیسم شهر دوشنبه اومدم و در تلویزیون دوشنبه و وقت یگانه تلویزیون بود студияи душанбе ном дошт ва оли телевизиони тоҷикистон шабакаи якам дар ҳамон ҷо ба сифати муаррири хурди шуъбаи адаби драмавӣ маро ба кор гирифтанд. он вақт аввал тарзи қабули коргар ҳамин гуна буд ки як моҳ аввал месанҷиданд ки ту намоиш карда метавонӣ ё не. ва ман аз ҳамин имтиҳон باید که میگذاشتم. خیلی تصور که یک نفری که از پارتای دانشجوی خیسته است با او یک بار سفارش میدهند که در برای جنبستی موسم تئاتری باید نمایش کنم. موسم تمام شده است. من میگم موسم تمام شده است. خیلی از اول مرا میگفتیم نه همی خیلی سفارش. خیلی نمیدونم با چی مقصد بود یا با مقصدی که مرا نپذیرفتم بود. ولی من از این امتحان گذاشتم. همه همون کارگردان ها، مؤلف ها، کدامش که زنده بود پیدا کردم. روزنامه را خواندم، اندیشه های آدم را و نمایش نوشتم. و سرمحرر دیرکتر سیادبی درماوی این را در سودین بود. در خاطر دارم که وقتی که پرسیدم که چه خیل است این بچه ها گفت که ما همین نویشتش را خوندم خواستم یک کلمه را دیگر کنم نتوانستم. یعنی من یک بارا با آموزش تئاتر شروع کردم در همونجا. استاد تورسون‌زاده می فرمایند که شاعر را از سوختن داری خبر پس مکن از آتش سوزان حذر. و انا همین سوختن ها، انا همین ساختن ها عبدالقادر رحیم را در اون دنیایی که زندگی میکند، در اون دنیای رنگ ها و دنیای بیرنگی ها. و وقتی که ما اشعار این شاعر بسیار آزاده امان را میخوانیم، اونجا ما رنگامیزی های زیاده را میبینیم. اونجا ما با یک دنیای دیگر، با یک جهان دیگر آشنا می شویم. شاعری که از این رنگ ها و از این رنگ آمیزی ها به سوی بیرنگی ها می رود. شاعری که منی او در ما خلاصه می شود و جای هم مای او مثلا در من خلاصه می شود. شاعری که از همین رنگ ها، از همین دردها، از همین سوزها، از همین فریادها ما او را میشناسیم. وقتی که او از منداغ صحبت میکند، ما انسان را در اشعار او، در شخص شاعری او پیدا میکنیم که این زندگی را، این دنیا را با همه دردهایش، با همه شادهایش، با همه خوشیهایش، با همه ماتمهایش در وجود خودش، در دنیای شعر خودش
خلاصه میکند. انسان مثلا رسالت دارد، رسالت دارد که هم خود را بسازد هم دیگران را هدایت کند، یعنی راهنمایی کند. اصلا یعنی وظیفه همین وقتی که میاموزی، من از مسافرها بسیار چیزا را آموختم. انا وقتی که پیر میشم میگن که افسوس دانشمون را به گور میبره، یعنی با افسوس. و به همین خاطر مثلا وقتی که ادیب چیزی میاموزه و مینویسه، به همین خاطر است یا ایجاد میکند، ایجاد ژورنالیستی، به همین خاطر است که دانش و مهارت را با دیگرو برای بهبودی جمعیت، برای آبادی وطن، برای شناخت انسانی انسان باید که خدمت کنند همه. عبدالقادر رحیم 17 ینوری سال 1963 در دهه کفترخانه ناحیه واسه تولد شده است. سال 1979 آموزشگاه مدنی معرفتی جمهوریوی، حالا کالج جمهوریوی فرهنگ، و سال 1984 دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. بعد ختم دانشگاه مدتی در تلویزیون تاجیکستان به حیث محرر و بعدتر در مکتب رقم 29 ناحیه کمسمالوباد حاضر نورآباد همچون آموزگار فعالیت برده، در روزنامه مبارز ناحیه واسه و مجله فرهنگ نیز فعالیت کاری ادامه داده است. از سال 1993 این جانب در روزنامه جمهوریت کار میکند. در مثنوی است که در هر آن کاری که میل است بدان، قدرت خود را همه بینی عیان. در هر آن کاری که میل نیست خواست، خیش را جبری کنی کن از خداست. یعنی انسان وقتی که میل داره به هر کار، اونجا میتونه کار کرده. بعد بسیاری نویسنده‌های بزرگ ما در روزنامه فعالیت داشتند. روزنامه ها اول به دست نویسنده ها تأسیس یافتند. بعد روزنامه نگاری کسب علاحیده شد. آخر سده 20 در ادبیات و هنری تاجیک تحولات جدی به عمل آمدند. یک ایده ادیبان روی کار آمدند که آنها دید استتیکی و بروند ادبیات تغییرات کلی وارد نمودند. سیف رحیمزاد افردی، تیمور ذوالفقار، محمد زمان صالح و بهمنیار و پسان عبدالقادر رحیم رویه رمزی و روایتی ادبیات کلاسیکی ما را از نو زنده نمودند و اثرهای آفریدند که با ادبیات تاجیک انهمون خصوصیت مهمترین تفسیر پذیری آن را برگرداندند. یعنی این ادیبان اثرهای می آفرند که از قالب‌های معمولی بیرون است و آنها نه تنها با دید خاص خود و بلکه با موقع جهانبینی و استتیک مخصوصشان از همدیگر فرق میکنند. وقتی که درباره عبدالقادر رحیم گپ میزنیم، ما باید سه جزئی مهم ایجاد او را به نظر بگیریم. یکم پوبلیسیستیکاش، دوم نظم و سوم نثر است. البته در مورد های علاهیده میتوان بگفت که نثر یا نظم این یا اون ادیب از یکدیگرش پیش و پستر انکشاف یافتند، اما در مثال ایجاد عبدالقادر رحیم میتوانیم بگویم که هم نظم هم نثر و هم پوبلیسیستیکای او توأم انکشاف یافتند. بسیار اندیشه هایی که در پوبلیسیستیکاش، اون اندیشه و نظرهایی که در اثرهای پوبلیسیستیاشون این منعکس نموده بودند، آنها پسان خیلی انکشاف یافتند و در اثرهای کلان حجم نثریشان مورد تحقیق گسترده قرار گرفتند. نظمشان نیز از نظم معمولی، نظم ریالیستی تاجیک فرق کلی دارد و آن همون صفت اساسی تفسیرپذیری را در خود کسب کرده است. یعنی از انسان طلب می نماید که برای هضم درک این گونه اثرها خیلی یک تجربه کلان زندگی و دانش فراخ داشته باشد. یک گوشه فعالیت کاری شاعر و روزنامه‌نگار عبدالقادر رحیم را فعالیت آموزگاریش در بر می گیرد. او همچون یک فردی بیدار دل و روشن ضمیر در فعالیت آموزگاری نیز جستجوی نوآوری نموده، شاگردان را از فن زبان و ادبیات تاجیک با بهترین متد و اصول های تعلیم درس آموخته است. من رفتم اون دهه 50 سردش مکتب رقم 29 معلم زبان ادبیات. مکتب 8 ساله بود. بعد
گروه شبونه هم داشت. مردم مهمون دوست معلم را گرامی میدارن و من در اوجه دو سال درس دادم. چکار میکردم؟ من مثلا اینشو بارم باقی مکتب میدروردم، یک سیوزار داشت، من یک برگ نشون میدادم. شما در همین برگ چی میبینی؟ خیلی هر کس هر اندیشه. خب بعد فکری هم را من جنبه سیم یه من بنویسیم. خلاص من طرز فکر کردن و نویشتن برای طلبه یاد دادم. در ما حتی در ژورنالیستیکا ما همه ژانر را میاموزونیم، ولی یک چیزی هست است که فکر کردن خلاصه برآوردن با آنو نمیتونیم آموزوندن. یعنی باید این چیز مهم باشد، چونکه ژانر را میاموزونی و فراموش میکند بعد یک سال، ولی وقتی که وای فکر کردن یاد گرفت خلاصه برآوردن و علاقه میدوند چی کار کنه. با عبدالقادر پیش از جمهوریت آمدم هم شناس بودیم، می آمد اتفاق نویسنده ها. بعد اینکه جمهوریت کار گذاشتن هیئت تحریریه پیشنهاد کردم که یک گوشه علایده برای استعدادهای بلند تشکیل کنیم و در اونجا از جوان ها خصوصا که پس پرده مانده بودند و خوب شعر هم میگفتند اونها رو به اینجا دعوت کنیم و از بزرگان هم اگر خواهشمند باشند به این گوشه پیشنهاد کنند. و از بس که شعرهای عبدالقادر را من خوانده بودم پیشکی، عبدالقادر را گفتم که گرفته بیاید شعرهایش را، و در این گوشه با چند شعرش هم شناس کردیم، هم عبدالقادر را شناس کردیم و هم گوشه را شناس کردیم و چند شعرش را گرفتیم چاپ کردیم و این گوشه حوزه نقد یافت. از جمله دانشمند بزرگ تاجیک صاحب تبرف دستگیری کردم هم این گوشه را و هم درباره شعرهای عبدالقادر اندیشه هاشون را افاده کردم. و از همون روز مناسبت ما با عبدالقادر طرف زیاد شد و دعوتش کردم که به جمهوریت به کار بیاید. شاعر، نویسنده، عالم و روزنامه‌نگار عبدالقادر رحیم از سال 1993 این جانب در روزنامه جمهوریت در کار و وظیفه‌های گوناگون فعالیت پیش می‌برد. درباره پیشه روزنامه‌نگاری و نقش وسایط اخبار عامه اظهار می‌نماید که مطبوعات یکی از نیروهای پراقتدار پیشبرنده جامعه به حساب رفته، نقش آن در مکمل سازی فضای اطلاعاتی بسیار مهم و بزرگ و سازنده می‌باشد. این روزنامه‌نگاری ورزیده به زمین سر محصول بودن پختکار نیز می باشد. هر یک مقالش را گشته و برگشته می خواند، تحریر می کند، سپس به چاپ پیشنهاد می نماید. او جوینده است و می گوید که جویندگی خصلت اساسی روزنامه‌نگاری اصیل است. زندگی خیلی است که امیخته است. اگر بگوی که یک طرف شد بگوی به خپم نی، چونکه ایش با ایش در ارتباط هست، مثل همه گریه ها است. انا اگر هم یا گری را که هوی کدی همش با هم پیوست است و می خاطر نومش زندگی است. در ایجاد و در هم ایجاد ژورنالیستی هم ایجاد بدیهی همه این با هم توام هست. برای همین باید همش بدونی وقتی دعوی نویسندگی شاعری می دونی خوصه روزنامه نگاری خوصه مثلا برای که ما شش مقام تصور کنیم که من آدم اهل موسیقی نیستم، باید شش مقام برای همین روزنامه صحبت میکنم با فراغت عزیزوان، دکتر علم صنعت شناسی، پروفسور، آدمی که یا عمر حیاتش با شش مقام فلک بخشیده. همین را برای بگوید مثلا چهل میره وقتی که او مصاحب دید که تو اومده نیستی قطعی صحبت نمیتونم. من برای این نه روز شش مقام خوندم، نظریه را
تو کتابوی مثلا برامدهای فضلین شعوب در تلویزیون کشش مقام درس داد تا امورا خوندم وقت که صحبت کم اوما میگم بنویسم نمیتونم و نمیرسد چیزی و سه روز دیگه خوندم که بعد و فهمون که معلومات چی گفتن میخواد با همین چون با استاد عبدالقادر رحیم از آغاز سالهای 90 در یکی از نشریه های بانفوذ جمهوری روزنامه جمهوریت ایفای وظیفه می نمایند و یکی از موضوع های مهمترین که در این نشریه با آنها سر و کار دارند مسئله های فرهنگی و ادبی انعکاس واقعه های فرهنگی و ادبی جمهوری می باشد. همچون یکی از استادان اوچرک بدیعی اعتراف شدند. در اوچرک هایشون نه تنها زندگی نامه شخصیت های معروف تاجیکستان بلکه آن تحولاتی که طول این سالها در جامعه ما به وجود آمدند خیلی نشان رسم منعکس نمودند. بسیار سلسله پرتریت های ایجادی با نام شخصیت های زمان ما روی کار آورده بودند که آنها با آن همون معجز بیانی و ریزکاریشون خیلی فرقی کلی داشتند. انسان را عبدالقادر رحیم خیلی از پهلوهای مختلف تحقیق کردن را دوست می دارد. هرچند که قهرمان های انتخاب نمودهشون شخصیت های معروف بودند اما استاد کوشش میکرد که تأثیر طبیعت خصلتشان به ایجادشان، ایجادشان به طبیعت خصلتشان و در مجموع تأثیر آنها به جامعه نهمین رشته در اثرهای پوبلیتیستیشان خیلی روشن معین میگردد. ادیبی برجسته عبدالقادر رحیم هنوز از دوره مکتبخانی و دانشجوییش به شعر و ادبیات دلبستگی خاص داشت. خصوصا رغبت به اندازه او به نوشتن شعر زیادتر بود و این مهر است که تا هنوز او شعر میگوید و در شعرهایش ترانوم زیباگی های دیار، مهر و محبت به وطن، صداقت، عشق پاک انسانی را تجسم می نماید. فیلولوگی خوب باشی شعر می نویسی ولی اون نظم است، شعر نیست. و وقتی که من شعرام رو می بردم از کودکی شعر می نویستم، شعرهای بچه گونه می آوردم یک روز در پیانیر توچکستان به من گفتن که اولی شعرت میشه آخرش میشه موبایلش نمیشه برای موبایلش از سوز که یه بانوی بدهی که هم کودکه سر میکنن و چه خیلی شده سرمواری را گفتیم بیان کلون تیه بکر اوما من گفتیم که مرا اگر همه شعر ما کل رو سور بود اگر همه شعر ما میگفتن که نمیشه قبول داشتم یه چه خیلی که اولش میشته آخرش میشته موبایلش نمیشته بعد خیلی سپوریش داد و وار فیرات کرد تا که بگیریم شعر را تیار کنیم شماره دیگه در چوب شوا کنیم بعد من فهمم که میدونی شویری چیه گو شویری باید چیز بینی که یعنی باید شویری سه چشم داشته باشه بغیر یه چشم با چشم سهیم چیز را بینی که دیگر را ندیدم یعنی شویر انامی خیلی باید باشه فهمیدی گفتم که ها همین یک درس، البته من شعر بسیار از یاد میدونستم و بعد اومدم گفتم که چی دیدم در کار بعد این دیدم که یک ترکتر همین وقت کار از شروع میکنن تر 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 میکنن بعد وقت که میمبره فر 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 بعد این وقت نوشتم که شعر بچه بودن ترکتور من میکنه تیر تیر ترکتور من میکنه تیر تیر وقتی تیر تیرش میکند و کار وقتی فیر فیرش میستد قرار میدارم من دوست تیر تیری اون رو هرگز نخواهم فیر فیری اون رو اووردم انا این شعر هست که گرفتم در را دیگر نیگون ایران نیگون چه و از همجا ما فهمدم که یعنی شاعر باید چیزی بگوید که دیگران نگفته باشد. عبدالقادر شاعر است که با شیوه خاص خودش به دنیای شعر وارد می شود. او بسیار بهره بزرگ و بهره عظیم از ادبیات کلاسیکی ما برده است. مثلا اون دنیای عرفانی، اون دنیای معرفتی که مثلا بزرگان ادبیات ما در آن زیستند و توسط اشعار خودشان از اون دنیا به ما پیغام ها آوردند و عبدالقادر پیش از همه این پیغام ها رو
در وجود خودش هضم کرده است و دوباره از این پیغام ها رویده است. ادیب شناخته عبدالقادر رحیم در برابر ایجاد شعر همچنین به نثر رو آورده است. نوشته های نثری او به زبان ساده و عام‌فهم و بیان دلچسب و روان تصویر یافته است. استفاده صنعت های بدیعی، معنی بلند و دیگر جهت های ایجاد پرعجازش کتاب های تالیف شده او را خواندنی و پرمضمون گردانیده است. پیشتر من از ترانه شروع میکردم. از اونجا ویسه ویسه یعنی شروع شد از ترانه و بعد مثلا نکویا و روزنامه نگاری همین خیلی است که بسیار موضوع های پیدا میشوند که درس های روزنامه نگاری وقتی که فعالیت میکنه بسیار مشکلات پرابلم های هست که رفت و در نظم نه تنها مشکل است بلکه زیبایی شکل میکنه. نظم بسیار باید زیبا و لطیف بگوی. در نثر مثلا بغیر اینکه زیبا و لطیف میگوی باید مسئله را بگذاری و حل کنی. بسیار از من سوال میکنن که شعر نویسی و سنسی و ایکویا و رمان و قویس نویسی. من میگم که انا ایکویا خوصه ایکویا رمان پویس نویسی مشکل است. چونکه در شعر بعضی وقت یک داده الهام و احساسات چیو میشه میگوی و چیزی را که نیست تم و از امو مواد تیار میکنی از چیزی نبده میگوی و نادانید بسیار وقت در شعر اشکار نمیشه. یکی در نثر مثلا یک کلمه را در جای خودش ندانید، یک کلمه را نتونید، بعضی وقت نمیشه یافته. کلمه را باید بدونیم چی هست. و نویسنده ما مثلا عبدالحمید صمد استاد نویسنده خلقه توسون برای یک کلمه زده است کم کدوم یک نوحیه رفته است از یک کمپیره گفته است که امورا چی میگه و در پویسش سوده بوده. خیلی یعنی اصول نیست نه امون نصرم یک نو شعر است. مثلا شعری که باید در اونجا غلط نکنید، دانش داشتن این طرح نداشتن تا از نصر بسیار خوب میفهمن. یکی در نظم البته احساس میشود ولی نه همه وقت، بسیار چیزا پنهان میمونند. عبدالقادر رحیم به زندگی نظر خاص خود را دارد. حتی در اون واقعه های معمولی که ما اثر میگذارنیم و اون چیزهایی که ما در زندگی میبینیم، او تنها توسط نظر خاص خود به آنها مناسبت میکند. تغییریابی فصل ها در رنگ ها طبیعت خصلت انسان ها را میبیند. یعنی که او واقعه هایی که نه تنها در زندگی انسان تأثیری بواسطه دارند، آنها را خیلی گسترده تر میبیند. هیچ چیز چیزوی زودگردارنده ارزشی غم خوردن ندارد و اگر همین غم هم نگاه کنی یک حکمت هست. مولانا میگه که غم زدیل هرچی بریزد یا برد، در ایواز حقا که بهتر آورد. یعنی غم هر چیزی را که میبرد با ایواز چیزی بهتر میبرد. اکن این چیزای شخصی انسان است و از دستاوردش البته از دستاورده این ملت نمیتونی شد نشه. مثلا یه قدر دستاورده که داریم، مثلا یه قدر اصویشتگی که داریم که تصور میکرد هر نفری که سال 92 را دیده است وقتی که قیاس میکنی با این روز هزاران بار شکر میکنی، هزاران بار شاد میشه که انا تو زنده ای و این زندگی مثلا قرض است در گردن تو که برای ملت برای مردم خدمت کنی. وقتی که قناعت حاصل کردی کار دیگر پیش نمیرود. انسان هیچ وقت قناعتمند نیست. وقتی که انسان از خود قناعتمند شد مرد ایجادش است. انسان هیچ وقت قناعت نکرد چونکه با اون مثل یک کولا است. مثلا یک کولا را که برو اومدی با کولای دیگر است، با کولای دیگر است. یعنی در این راه که رفتی مرگ همون است که میستی یا منزل رستی منزل دیگر است، منزل دیگر است، منزل دیگر است. تو فرصت داری، عمر داری، باید که نیستی روی و روی و روی. البته ارزو نه مقصد است. ارزو یک چیزی تماما
برای ما بیگانه است. مثلا آرزو کلمه امید است و کلمه آرزو است. مثلا آرزو از چیزی نبودگی است. امید مثلا وقتی که دونه را میپوشی بعد امید میکنی که میبروی. آرزو یعنی دونه را نپوشیده میخوای که همین زمین تر گندم بتا. یه آرزو است. مثلا من فکر میکنم که همین دونه هایی که مثلا میپوشیم دونه هایی که خود ملت میپوشه فقط من نه مثلا و چقدر مثلا در این تیزور طور مولانا میگه در این خواب در این خواب در این مزرعه پا بجز مهر بجز عشق دیگر تخم نکاریم. در طول حیات و فعالیت خیش ادیب برجسته عبدالقادر رحیم در برابر فعالیت پرثمر روزنامه‌نگاری شعر و حکایه‌های زیادی پرمعنا و دلرس ایجاد کرده است. چون ایجادکار سرمحصول بیت‌های زیبا و ناب فارسی را روی کاغذ آورده همزمان آثار خیش را روز تا روز صیقل می‌دهد. عبدالقادر رحیم سال 1995 برنده جایزه سازمان جوانان تاجیکستان و سال 2010 با مکافات دولتی مدال خدمت شایسته قدر شده است. از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. مقاله های خوبی پوبلیسیستی می نویسد. با نیروی خستنوپذیر و با نگاشته و پیشنیادهایش در تربیه معنوی جامعه سهم ارزنده می گذارد.